هفته است که من از ایران برگشتم و مثل هر سال رفتم به ایران با این امید و برای این تلاش که برای بزرگداشت یاد پدر و مادرم و برای پافشاری روی پیشبرد دادخواهی قتل‌های سیاسی در ایران در روز قتل پدر و مادرم 1 آذر ماه مراسمی در خونه اونها که محل قتلشون هم هست برگزار بکنم. سیاست ها در ایران کمی تغییر کرده. اون ممنوعیتی که شاید قبلا خیلی واضح به آدم میگفتند که نمیذاریم این مراسم برگزار بشه رو به این وضوح عنوان نمی کنن. فقط واژه ممنوعیت رو برمی‌دارن از قضیه، میگن شما آزاد هستین، ولی گفتن ما هم حق داریم که از آمدن افراد به این مراسم جلوگیری بکنیم. بسیاری آدم‌هایی که شاید هر سال برای یادآوری چنین جنایت‌هایی و خواست دادخواهی می‌آمدند هم آمدند، ولی باز هم نتونستند به خونه ما راه پیدا بکنند. آدم‌هایی که تلاش کردند برای اعتراض به نقض حقوق فردی و اجتماعی در ایران، بزرگداشت اونها همیشه باید در اعتراض انجام بشه. این بار هم ما تونستیم این اعتراض رو، من و چند نفر توی خونه و بسیاری کسانی که میخواستن بیان به مراسم، در بیرون از خونه این اعتراض رو نشون بدیم. نمایشگاه یک مجموعه ای از کارهای کمی قدیمی تر و کارهایی که خیلی جدیدن و من تا حالا جای نشونشون ندادم. الان چند ساله که با این موتیو پروانه ها من کار میکنم. توی فرهنگ های مختلف ما حضور پروانه رو به عنوان یک فنومن فرهنگی داریم. برای مثال در فرهنگ ما که خب پروانه اون لحظه عشق ابدی، اون لحظه قربانی کردن خود برای دستیابی به یک اوج زیباییه. در فرهنگ مسیحی لحظه در واقع عروج مسیح سمبولش پروانه است. در زبان قدیمی یونانی پروانه واژه‌ای که همریشه است با روح انسان. البته برای من پروانه یک وجه بسیار شخصی هم داره. پروانه نام عزیز مادر منه و هر بار که خب یک سالونی پر از پروانه ها میشه، انگار این اوماژی برای مادر من یک بار دیگه حضور زیباش رو میشه جای دید. همزمانی دو دریافت متضاد به نظر من اون لحظه ایه که مخاطب حس مسئولیت میکنه، شناخت پیدا میکنه و به فکر فرو میره که این که چیزی که از دور میدیده و اون چیزی که داره از نگاه نزدیک میبینه تفاوتی داره و دیدن و آگاه شدن به صورت به عنوان یک پروسه خودآگاه در واقع اتفاق میفته. یکی از کارهای من که خیلی هم این طرف و اون طرف به نمایش گذاشته شده، کاری با 4 پنل از وسط یک چادر سیاه پر نقش و نگار، چادر مجلسی، یک تیکه ای از بدن بیرون اومده و در واقع یه دسته، ولی بسیار حالت اروتیک به خودش میگیره به دلیل اینکه تمام این پوشیدگی که وجود داره در این کار، اون جایی که پوشیده نیست و برهنه است، انگار تمام اون پتانسیل اروتیک رو داره از خودش ساطع میکنه و بعد مخاطب همش دائم فکر میکنه این چیه که دارم من میبینم، در صورتی که فقط یه دست، هیچ چیز غریبی نیست. در ایران تحصیل کردم و در آلمان فوق لیسانس گرفتم. این به من این امکان رو داد که با یک فاصله‌ای به بسیاری چیزها شروع کردم به نگاه کردن
بعد از اینکه از ایران آمدم بیرون و از یه زاویه دورتری دیدم و بعد هم شروع کردم به بازخوانی اونها به صورت فردی خودم. شاید اون چیزی که برای من خیلی جذابه در فرهنگ آلمانی و شاید خیلی وقتا در مورد خودمون نمیشه این حرف رو زد، اینه که بسیار نسبت به تاریخ خودش با مسئولیت برخورد میکنه. فاشیسمی که آنچنان وحشتناک آزادی و انسان رو به نابودی کشیده، امروز روشنفکری آلمانی مسئولیت تاریخی خودش رو نسبت به اون وقایع خیلی بیشتر به دوش میکشه تا در بسیاری کشورهای دیگه از جمله کشور ما، که پروسه ها بیشتر در فراموش کردن اتفاق میفته تا به یاد آوردن. نگاهی که من به نقش و نگار دارم، بازخوانی نقش و نگاره برای پیدا کردن اینکه چطور نقش و نگار بسیاری از خشونت‌ها رو می‌پوشونه. انگار یک فضایی پدید میاره که همه چیز در یک بالانس و هارمونی اتفاق می‌افته و اون چیزهایی که خارج از اون ساختار نقش و نگار هستن، انگار دارن نظم و اون رو به هم می‌زنن. ساختارهای توتالیتر این خاصیت رو دارن که همه چیز رو می‌خوان شکل بدن، هم شکل بکنن و هر چیزی که به صورت فردی خارج از اون قواعد بخواد قرار بگیره اونو میخواد سرکوب بکنن. نقش و نگار هم میتونه این خصلت رو داشته باشه. یه مجموعه که خودم خیلی دوستشون دارم، یه سری کارهای کوچیکه، اسمش هست سینمای شستی، که یه سری کتابای کوچیکیه که در واقع بازدید کننده نمایشگاه این کتاب رو به حرکت در میاره و به این ترتیب اون موضع تماشاچیه، از دور بودن و دخالت نداشتن در شرایط زیر سوال میره و مخاطب در واقع درگیر این موقعیت میشه که موضع من چیه اینجا. من فکر میکنم که بعضی وقتها سرنوشت بارهایی میذاره روی شونه آدم که یا آدم باید خوب بکشتش یا با خودش راحت نخواهد بود، و برای من اینطوره. من این کارهایی که میکنم، این تلاشی که میکنم، یه مقدار زیادیشم برای پس گرفتن انسان بودن خودمه در شرایط چنان دشواری که به هر صورت تحمیل ها و فشارها از بیرون خیلی زیاده.